آقای دکتر دوشوکی به هر حال در مقاله مبسوطی که دارن و خواهید خوند مسائل بسیاری رو مطرح کردن. فقط چند نکته اینجا مطرح شد که در زمان قاجارها رو، وقتی که میگید قاجار یعنی بدترین ها رو به غیر بلوچ میگید، من فکر میکنم که این قاجارها مال 200 سال پیش بودن، دوره‌ای که در تمام دنیا همین مسائل بود. امروز وقتی که پزشکان خیلی قسم بقراط خورده جمهوری اسلامی، داخل پرانتز بگم ما آخر ماه آگوست یک کنفرانس پزشکی و اخلاق پزشکی در پاریس خواهیم داشت، اینها با لوازم بهداشتی کامل چشم در میارن، دست راست و پای چپ قطع میکنن و تو شهرها ول میکنن. این در دوره قرن 21 در دوران اینترنته و من فکر نمی‌کنم همچنان واژه قجر بتونه صادق باشه برای مردم بلوچستان که ما امروز داریم این مسائل جمهوری اسلامی رو می‌بینیم. اشاره‌ای هم کردید به یورش رفقا، به حمله دوستان نگفتید بعدش. ولی من فقط در مورد قجر یه چیز رو بگم و اون اینه که این متاسفانه در روانکاوی مردم بلوچ هست، بخصوص در منطقه ما. یعنی ما واقعا خیلی عذر می‌خوام، شما بی در خونه ما میگم کیه، میگم گجری گونه هست، یعنی یه گجر همراه منه واقعا ها، یعنی توهین آمیز نیستا. بر حال غیر بلوچ، یعنی شما میگی گجر همراه منه، گجر یاد کن، یعنی گجر دیگه یک نوع چیز دفاعی چیز، یعنی در روانکاوی مردم ضبط شده. الان غیر بلوچا به غیر بلوچا میگن گجر، یعنی چیز نیست، توهین آمیز هم نیست، کلمه توهین آمیز نیست، ولی قاجاری دیگه. این مثلا یه دقیقه، این به نظر من برمیگرده به زمان حمله قاجارها به قلعه بنپور، که زمانی اونجا کشتار بیش از حد شروع میشه و مردم پناه میبرن. به اصطلاح چیز میگه که برین که قاجارها اومدن. از اون تاریخ به بعد این کلمه قاجار در بلوچستان مونده. و شما کتاب آقای افشار سیستانی یا کتابای مختلف رو بخونید، یعنی کتابایی که خود دیگران بلوچستان کتاب ننوشتن، دقیقاً در ایران شهر 32,000 نفر رو کشتن. ازیدی من میگم 32,000 بلوچ رو کشتن، حدود 30,000 نفر بلوچ رو برده بردن. الان شما گاهگداری میشنید مثلا پروفسور بلوچ در پاریس، یا این آقای دکتر برایان بلوچ که چیز ما رو دزدیده بود، اینا کسایی هستن که نواده ها، یعنی الان نواده های همون بلوچایی هستن که اینها رو بردن، اسمشون بلوچی است. الان در خیلی از من حداقل 5-6 نفر بلوچی رو دیدم، فامیلشون بلوچیه ولی بلوچ نیستن. ازشون بپرسیم میگم آقا جای دیگه بودین اومدم، پدر بزرگ من بلوچی بوده. اینا همون 30,000، یعنی در ایران از بلوچا برده گرفتن به زور. که من اینو باید بگم، وقتی ناصرالدین شاه خبردار شد که واقعا این کارو کردن، دستور داد که هر چی بلوچی گرفتن برگردونن بلوچستان. که ظاهر اون چیزی که من در کتاب خوندم، حدود چند هزار نفر رو تونستن پیدا کنن و اونا رو برگردونن بلوچستان، بقیهشون دیگه موندن. بله، البته اینو خدمتتون بگم که اینی که میگید در صحبتتون بحث بیگانگان کردید، ما در طول این چند روزی که این اطلاعیه های انجمن منتشر شد برای میزگرد بلوچستان، برخورد های خیلی اکستریمی داشتیم. یعنی این که به هر حال بدون تردید از طرف جمهوری اسلامی که این کنفرانس ریگی پسنده، از طرف افراطیون این طرف که خیلی به نظر من ناسیونالیست فاشیست هستند، این که بندر رهبر تجزیه طلبان ایران لقب دادن و انجمن تجزیه طلبان ایران، و امروز صبح آخرین ایمیلی که آمده در برمورد بحث بیگانگانه که این کنفرانس رو به هدایت بیگانگان شما گذاشتید که میخواید که مسائل ایران رو از طریق بیگانگان و حلقه به گوشی حل بکنید. ولی خب به هر حال اینا دیدگاه هاست، هیچ مسئله ای هم نیست و ما همچنان در انتظار این هستیم که بتواند این آگاهی ها برای اونهایی که اول کنفرانس تشریف نداشتن و من عرض کردم این میزگرد ها، این کنفرانس ها
بتواند شناسایی بکنه مسائل مختلف ایران رو و بتواند که راه حل هایی رو ارائه بکنه، چون در غیر این صورت محاله. ما هر آن چقدر عاشقانه شعار بدیم که ایران ایران، هیچی رو حل نمی کنیم مگر مسائل ایران رو حل بکنیم. امروز اگر جمهوری اسلامی امروز سقوط بکنه، من مطمئن هستم فردا سقوط خواهد کرد، ولی نزدیک، بسیار نزدیک، ولی به جرأت میخوام خدمتتون بگم مسائل ایران به مراتب حساستر و حادتر و بدتر از سال 57ه. چرا که سال 57 حداقل یک سری ارگانهای رسمی وجود داشت برای انقلاب اسلامی، تونستن نمیدونم وزیر، نمیدونم رئیس ارتش، نمیدونم اینها رو عوض بکنن. امروز دیگه هم چیزی نیست. اگر اون روز یه دونه شرکت نفت ما داشتیم، امروز 92 تا شرکت نفت در ایرانه. اینو جدی تلقی بکنیم. اون روز اگر که یک ارتش بود، نمیدونم رئیس ستاد بزرگ ارتشداران عوض شد، امروز ارتش هست، سپاه هست، بسیج هست، نمیدونم لباس شخصی هست، امنیتی هست و بسیاری از این مسائل. اینها رو ما نمیتونیم ندیده بگیریم. یکی از بزرگترین مسائل ایران بعد از جمهوری اسلامی که من دارم نگاه میکنم فروپاشیشو به سرعت داره انجام میشه، مسئله اقوام ایرانه. من وارد این بحث واژه‌ای نمیشم، بحث ملیت، بحث خلق، بحث نمیدونم هر کدوم از این واژه هایی که ما میخواییم به کار ببریم، همش قابل احترامه. من همه رو محول کردم و واگذار کردم از سوی خودم به اینکه یک روزی ما در یک حکومت بعدی بعد از جمهوری اسلامی این امکان برامون به وجود بیاد که نمایندگان فرهیخته تمام ایران، ایرانیان نقاط مختلف ایران حضور پیدا بکنند و تصمیم بگیرند و این تصمیم رو بهش احترام همه بگذاریم. اون روز میتونیم بحث رو مطرح بکنیم، وگرنه حالا میتونیم که بحث‌های حاشیه‌ای مطرح بکنیم و در داخل این بحث‌ها باقی بمونیم. یه ضرور مسئله ما داریم توی ایران، دقیقاً حالا یادم نیست، میگن اسمشو نیار خودشو بیار. واقعیت قضیه اینه که اون چیزی که ما نیاز بهش داریم چیه؟ آیا بحث و دعوای خلق و قوم و نمیدونم ملیت یا واقعیت دموکراتیک که در این جای جای ایران پیاده بشه؟ این بحث اصلی ماست، با احترام به هر کسی که هر عقیده‌ای رو داره. اگر نتونیم به این مرحله برسیم، میتونیم در شعارها در جا بزنیم. متاسفم بگم، من با احترام به تمامی گروه های سیاسی ایران از راست راست تا چپ چپ عرض میکنم، با احترام به تلاش هایی که انجام شده، به همه هیچ تفاوت نمیکنه. ولی واقعیت قضیه اینه که 30 سال پس از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی در اونجاست و در اینجا. راه کار کجاست؟ اگر نتونیم به این راه برسیم، اگر نتونیم که در یک پارلمان فکری شرکت بکنیم، اگر نتونیم که کنار هم بنشینیم با اختلاف عقیده هامون، راه به جایی نمیبریم. پارلمان فکری از نظر من خیلی مسئله مشخص و روشنیه. پارلمان فکری این معنی رو میده که اگر که ما 30 سال در خارج از کشور، که هممونم معمولا عادت داریم توی کشورهای خیلی زیبا و دموکراتیک و پیشرفته زندگی کردیم، اگر فقط 10 دقیقه فرصت می‌داشتیم توی این 30 سال به این پارلمان‌های این کشورها هم نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم این‌هایی هم که نشستن همه با هم موافق نیستن، ولی یک وجه اشتراک دارن. اون وجه اشتراک مملکتشونه، هدفشونه. این انتخابات انگلستان در این هفته پیش به نظر من یکی از بزرگترین درس‌های دموکراتیکه، یکی از بزرگترین درس‌هایی که برای رسیدن به یک هدف. امروز ما می‌بینیم 2 حزبی که با هم اختلاف عقیده بسیار بالا دارن در کنار هم می‌نشینن برای آینده مملکتشون. ما کی و کجا می‌خوایم یاد بگیریم؟ من بازم اعتقادم بر اینه که ما به رغم اینی که حکومت جمهوری اسلامی امروز روی ایران حاکمیت داره، ولی کشور ما کشور پیشرفته‌ایه، به دلیل نیروی انسانی بسیار بالا، به دلیل این ثروت زیرزمینی بالا، ولی
آیا ما تا چه حد قادر به استفاده از اینها هستیم مهمه. اعتقادم بر اینه که ما میتونیم، ما این لیاقت رو داریم، ما به دنیا نشون دادیم و میتونیم در این راه حرکت بکنیم. من در خدمت خانم ها و آقایون هستم. نکته ای رو فقط در تایید حرف جناب علی، من معتقدم که در این بخش از بحث، یعنی در بخش پنل، ذکر مصیبت کمتر بشه و واقعا اینی که چه راهکارهایی رو ارائه بدیم. و مسئله مهمتری که در بین ما اپوزیسیون وجود داره اینه که خب ماهایی که جزو فعالان اقوام یا ملیت ها، من از هر دو این کلمه استفاده میکنم و بقیده من نباید تعصبم داشت، ما دردی داریم، درد ما درد قومی یا ملیتیه که متاسفانه بقیه هموطنان فارس ما اون درد رو نمیفهمن و نمیتونن هم بفهمن چون نبودن. و من اینو بارها هم گفتم به خیلی از دوستای بزرگ مثل آقای همایون، مثل بقیه هم گفتم، شما نمیتونید درک کنید، شما تا یک بهایی باشید نمیتونید درک بهایی رو درک کنید، دردش رو درک کنید. یک درد دیگه در این درد ملی ماست، همه مردم ایران هستن. حالا بحث ما روی اون مخرج مشترک هست یا درد مشترک هست، چگونه و چه کار بکنیم که ما بتونیم این درد خودمون رو در داخل اون درد مشترک مطرح کنیم که بقیه هموطنان از نیروهای سیاسی مختلف بتونن بیان بشینن ببینن حرف ما اصلا چی هست. متاسفانه این بحثات بعضی مواقع به طوری مطرح میشه که اونها رو گریزان میکنه و چون درد ماست راه حلش رو هم ما باید پیدا کنیم واسه صدر. یه مقداری بقیده من اگه بتونیم در این مورد دوستانی که اینجا هستن در قسمت پنل نظر بدن خیلی خوشحال خواهیم شد، یا وگرنه من دیگه ذکر مصیبت و اینها نمی کنم، ولی ببینیم که چی کار باید کرد. درد مشخصه، هم راه حل مشخصه، مسئله اینه که چجوری به هدف رسید. ما که نمیخوایم دوباره چرخ از نو اختراع بکنیم، یعنی تنها راه نجات ایران استقرار دموکراسی و عدم تمرکز و احترام به حقوق شهروند هست. یعنی باید یه سیستم وجود بیاریم که بر اساس اون تمام تمرکز روی حقوق شهروند باشه، چون کشور یک تشکل انسانی است برای اینکه افراد شهروندا بتونن در اون شکوفا بشن، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی. والا هم آمریکا هم خاک بود زمان سرخپوستا، به جایی نرسید، ولی خب الان یک کشور شده، یک تشکل سیاسی. ولی اگر اون تشکل سیاسی که حالا اسمشو بذاریم کشور یا شرکت یا هرچی، جلو رشد انسان بگیره، حقوق شهروند سرکوب بکنه، اون اصلا نبودنش بهتره تا بودنش. من فکر کنم ما در ایران باید روی این مسئله تمرکز بکنیم، استقرار دموکراسی. بعدم بگیم فارس کرد بلوش فایده نداره. فارس هیچ وقت نمیتونه دموکراسی داشته باشه به تنهایی، مگر اینکه همه افراد. بلوچا هیچ وقت نمیتونن به تنهایی دموکراسی داشته باشن، مگر اینکه برای همه ایران باشه. دموکراسی هم باشه یعنی اینه که شهروند بر سرنوشت خودش حاکم هست. و همونطوری که مثلا در تمام انتخاباتی که در انگلستان میشه، در آمریکا میشه، تمام مسائل اقتصادی هست، مسائل شهروندی هست، مسائل قانونی هست، مسئله خاک و خاک من چقدر پاک است و ها پرچم من فلانه، این چیزا نیست. ما باید بیم روی این مسائل تمرکز بکنیم و من فکر کنم دیر یا زود به نتیجه میرسیم. و دلیل عقب ماندگی ما، من اینکه گفتم از نظر سیاسی ما یه مقداری عقب مانده هستیم، خب دلیلش اینه که مثلا همین پاکستان که اصلا کشور هم نیست ولی فدرال هست، یا هند، یه ارزش‌های دموکراسی از استعمار انگلیس به ارث بردن، ولی واقعا کشور ما جز همون چند سالی که در دوره مرحوم مصدق بوده که ما یه 3-4 سالی دموکراسی داشتیم، نداشتیم ارزش‌های دموکراسی که به معنای واقعی در غرب شاهدش هستیم، در ایران نبوده. و مثلا من چه دلیلی داره که مثلا افتخار بکنم که من ایرانی هستم؟ من در اون کشور شهروند درجه دو هستم. من طبق قانون اساسی نمیتونم به عنوان رئیس جمهور یا مثلا رهبر انتخاب بشم. خب چه فایده داره؟ ولی خب بعد مثلا خودمون رو مقایسه بکنیم با آمریکا، یک برده زاده که 10% جمعیت بیشتر نیستن الان مثلا شد رئیس جمهور آمریکا.
انتخاب اکثریت سفید پوستان بهش رای دادن. خب ما باید در اون چت فکر کنیم، حقوق شهروند، حقوق شهروند، حقوق شهروند، این راه حل ماست. تنها راهش هم دموکراسی است. همه مون در یک کشتی هستیم، ساکن یک کشتی هستیم، یا به هدف میرسه یا همه غرق میشن. و تنها راهش هم اینه که واقعا روی حقوق شهروند و برابری، برادری ها، مساوات و حکومت قانون و استقرار دموکراسی، تنها راه اون هست. استفاده از تجربه ها مطرحه. واقعا ما ماه دسامبر گذشته یک کنفرانس در مورد اعدام گذاشتیم و یک کمپینی رو ارائه کردیم تحت عنوان صدای هم باشیم، به این معنا که اگر در بلوچستان اعدام میکنن، در کردستان اعدام میکنن، در لرستان، در تهران اعدام میکنن، نیاییم بگیم به ما ارتباطی نداره، ما که نبودیم. بیایم از همه این هفته گذشته یکی از بزرگترین درس‌ها و تجربه‌ها برای ما به وجود آمده، تجربه کردستانه. یکی از رهبرانشون الان اینجا تشریف دارن. علی رغم اختلافاتی که در میان احزاب سیاسی وجود داره، ولی یک پارچه از مردم خواستن که بیان و در این اعتصاب عمومی شرکت بکنن. این ارزش داره. این به این معنا نیستش که حالا من بیام بگم که من که کرد نیستم. اعدام این 5 نفر تن میلیون ها ایرانی و غیر ایرانی رو لرزونده. اگر ما یاد بگیریم این رو که این مجموعه آدم ها دنبال یک هدف هستند، اون هدف مشخصی که راه رو به جایی میبره، میتونیم حرکت بکنیم. عرض میکنم این تجربه بزرگ کردستان رو دست کم نگیریم. من ناآگاه به این قضایای داخل کردستان نیستم، میدونم که برای بسیاری حتی مشکل بوده، ولی با شجاعت و واقعا خواست تموم ایستادن و از همه مردم و به دنیا معرفی کردن این قضیه رو. این هاست، ما راهی جز این نداریم. آقای امیری بفرمایید. همه ما می‌دونیم که مبارزه مون در رابطه با دموکراسی در داخل ایران و حقوق اقوام یا ملیت ها هست. به نظر من دموکراسی در ایران بدون در نظر گرفتن حقوق اقوام که سالهای سال ریشیابی اگه بکنیم، همه میدونه جریان چی بوده. حقیقتا بدون برآورده این خواسته ها از طرف اقوام یک کار ناشدنی هست. ولی خب از اون طرف میبینیم در مقابل یک رژیمی هستیم که به هیچ شکل به هیچ کس هم رحم نمیکنه. خب مسلمان به نظر من در همچین شرایطی یک اتحاد عمل سیاسی بر مبنای دموکراسی، حقوق بشر و فدرالیسم که در اون فدرالیسم حقوق اقوام به طور کلی قابل قبول سایر نیروهای سیاسی اپوزیسیون در داخل ایران باشه. یعنی نیروهای سیاسی ایران الان باید اینو قبول بکنند که نیروهای منطقه‌ای یا اقوام بالاخره در طول سالهای گذشته اینها تحت ستم بودن و برای رفع این ستمها اونها هم باید یه مقدار از خودشون انعطاف نشون بدن. اینو باید قبول بکنند که در بین ملیت‌ها، در بین اقوام اگر دموکراسی باشینه. و مسئله دیگر جناب دکتر اشاره کردن در رابطه با حقوق شهروندی. حقوق شهروندی به نظر من خیلی خوبه، ولی حقوق شهروندی میتونه در یک جامعه تکمیلیتی باشه. ما اگر بر مبنای این هستیم که ایران یک جامعه چند ملیتی است، اینو باید قبول بکنید فقط و فقط حقوق شهروندی قابل قبول و جوابگو نیست. البته در این شک نیست که ما همه چیزی که جناب دکتر لاجوی فرمودن احساس مسئولیت بکنیم به هر اعدامی که در داخل ایران میشه، هر کشته چه در داخل بلوچستان باشه چه در داخل تهران. ما باید همونطور که قبلا کنگره مثلا اعلامیه داده، مثلا تهران را تنها نمیگذاریم، با در تا با جنبش سبز اعلامیه دادیم که ما با سایر جنبش هستیم اینجا هم، ولی اینها لازم ملزومه به نظر من در رابطه با ملیت ها بالاتر از حقوق شهروندی اون حقوق ملی هست که باید از نظر نیروهای اپوزیسیون و سازمان های سراسری و احزاب کل ایرانی در نظر گرفته بشه. خیلی ممنون، مرسی. خیلی سپاسگزار هستم. خیلی سپاسگزار از تشریف فرماییتون. پنل بعدی رو شروع می‌کنیم. همونطوری که عرض کردم آقای ناصر بولیدهی از حزب مردم بلوچستان از سوئد تشریف آوردن و در رابطه با کثرت‌گرایی در فرهنگ بلوچستان صحبت می‌کنن. ایشون سخنگوی حزب مردم بلوچستان هستند
تحصیلاتشون فوق لیسانس زبانشناسی است و من همین الان یک مطلبی ازشون یاد گرفتم. گفتن نوشتن که عضو هیئت تحریریه تران که یک فصلنامه فرهنگی سیاسی است هستند. و وقتی که پرسیدم تران یعنی چی، گفتن که منادی صلح، در این حال در زبان بلوچی. این قسمت چون من درست نفهمیدم، اون چیزی که فهمیدم میگم، تهدید هم معنی میده، درسته؟ آره، گفتگو برای صلح، اگه صلح نشه بعد از اون جنگ میشه، اینو میگم قبل از جنگ نشد معمولا این مذاکره باید کرد، در بلوچی میگن قبل از هر چیزی جنگی باید مذاکره کرد. ما به حال با صلح با شما نشستیم و میخواییم که میگم تران هم معنی صلح هم میده، یعنی دقیقا معنی صلح هستش، ولی درش نهفته است. اون معنی دیگه نهفته است که ما به صلاح داریم تران میکنیم، این داریم صحبت میکنیم برای صلح. اگه صلح نشد خب اون موقع مسئله خراب میشه، ولی در واقع این پیشفرض صلح یا جنگه. خواهش میکنم. با تشکر از آقای لاجوردی و همه دوستانی که اینجا اومدن امروز، مسئله‌ای که اینجا مطرح شد در رابطه با ایران، فکر می‌کنم مسئله این بود که ایران یک کشور چند ملیتی هستش و در یک کشور چند ملیتی مسلماً مسئله میاد که چجوری این مسئله رو باید حل کرد و حل کردنش هم شکل‌های مختلفی داره. مسلماً گروه‌های مختلفی پیشنهادهای مختلفی رو دارن. در رابطه با ما که معمولاً از حزب مردم بلوچستان یا کسای دیگری که در کنگره ملت ایران فدرال هستن یا بخش دیگری خارج از کنگره ملت ایران فدرال هستن، مسئله فدرالیسم رو مطرح میکنن و خیلی هم این مسئله رو بعضی وقت مطرح میکنن. فدرالیسم شاید با شرایط ایران بیگانه هستش، چون در ایران همیشه این فکر تفکر وجود داشته، برخی میگن حداقل که یک پادشاه مقتدری بوده، یک مرکزیت قدرتمندی هست، کونش موقع اجازه نداده کسی دیگری به صورت کسرتگرایی در ایران باشه. و کسای دیگه هستن که نه، همون شکل پادشاهی رو به شکلی که امپراتوری میدیدن، که میگن که در ایران یه بخش‌های مختلفی بودن که دارای خودمختاری درونی بودن و شکل‌های مختلفی از زندگی خودشون رو می‌گذروندن. و مسلماً در این رابطه مسائل مختلفی مطرح میشه. خب مثلا اینه که در ایران شاید هم چه مسئله‌ای بوده، آیا برای مردم بلوچ این مسئله فدرالیسم یه چیزی هست که داشت وجود داشته و یا در فرهنگ ملت بلوچ هست یا در ملت‌های دیگه در ایران هستن. برای هدف من اینجا بسیار صحبت کردن از اینه که در بین مردم بلوچ حداقل مسئله پلورالیسم یا کثرت‌گرایی شکل‌های مختلف خودش رو داشته و یه چیز قابل قبولی بوده. چون اساساً وقتی شما میتونید یه فدرالیست باشی، طرفدار فدرالیسم باشی در یک کشوری که فدرالیسم وجود نداشته باشه، یعنی فدریشن نباشه، این یه چیز طبیعیه. اما خیلی در ایران حالا طرفدار فدرالیسم هستن، ولی ایران یک کشور فدرال نیست. ولی هیچ وجه نمیتونه یک کشور فدرال داشت بدون اینکه کسانی که در اون دست کار هستن طرفدار فدرالیسم باشن یا فدرالیسم رو از جهت فرهنگی و یا از لحاظ سیاسی قبول بکنن. و این یه مسئله خیلی مهمیه که در ایران کارم میخواد. و مثل میدونیم از لحاظ اجتماعی در جوامع مختلف بشری همیشه یک تا اندازه مسئله پلورالیسم و یا بخش‌های مختلف کثرت‌گرایی وجود داشته. در جامعه بلوچستان هم این مسائل وجود داشته. قبلا دوستان از لحاظ تاریخی برخی از مسائل بلوچستان رو مطرح کردن، از لحاظ اجتماعی و یا شرایط فعلی بلوچستان. ولی همونطوری که به اصطلاح می‌بینیم در بلوچستان یه بخشی هستش که بهش دوستمون آقای حسین بور گفتن که به اصطلاح حکومت بلوچی. و این هر کدام از این حکومت‌های بلوچی که وجود آمدن همیشه شکل کنفدراسی یا یه شکل فدرالیسم بودن. هیچ موقع اینا حکومت‌های یک دست قدرتمند با حکومت مرکزی قوی نبودن. اولین کنفدراسی بلوچی که وجود آمد به رهبری طایفه رند از زمان شهک و بعد چاکر وجود آمد، اونم در واقع یک کنفدراسی بود که توایف مختلف بلوچ با همدیگه در اون مشترکاً حکومت میکردن. و حتی در اشعار بلوچی هم به این مسئله اشاره میشه که یکی رو به عنوان به اصطلاح پادشاه سردار بزرگ انتخاب میکنن و کسی دیگر را به عنوان سپهسالار و از این طریق قدرت را بین خودشون تقسیم میکنن و سالها در صلح و ثبات با هم زندگی میکنن. و این دورانی هم هستش که بلوچستان در واقعش فرهنگ بلوچی، شعر شاعری بلوچی و شکلی از نظم و ترتیب زندگی خودشون اونجا هم به شکلای با وجود میارن و میتونن از خودشون دفاع بکنن. و در اشعار بلوچی هم هستش که ما حالا میتونیم در مقابل بیگانگان هم با قدرتی خودمون داریم از مسائل خودمون و از خودمختاری خودمون دفاع بکنیم. بعدا هم وقتی که بلوچا به هر حال همیشه در جامعه مختلف فعل و انفعالات مختلفی به وجود میاد و این کنفدراسی بلوچی هم دچار مشکل شد، دوره دومی که باز حکومت بلوچی به وجود اومد به شکل مستقلی در مکران بود و به اصطلاح بیشتر به این معروف به حکومت ملک ها هستش
و دورانی که بسیار این مشخصاً دارای سیستم سیاسی و نظامی هم بوده، زمانی بوده که زکریا به اصطلاح حکومت بلوچستان را داشتن و زکری در واقع بلوچستان هم یک مذهبی هستش که تا هنوز هم وجود داره، یه مذهبی هستش تقریبا درویشی و بیشتر به اصطلاح یه حالت ناسیونالیسم بلوچی هم درش بوده. البته کسایی که در رابطه با ذکر می نویسن معمولا این مسئله رو اشاره می کنن، چون هدف کلی اونها در واقع زمانی که شیعیزم در ایران گسترش پیدا میکنه در مناطق دیگر ایران و مسئله سنی ها در منطقه هندوستان، بلوچه برای دفاع از خودشون میخوان مثلا یک مذهب دیگری رو ایجاد بکنن که به خودشون اون تمامیت خودشون رو به شکل یک ملت و یا هویت خودشون رو حفظ بکنن و به مذهب زگری رو ایجاد میکنن و حتی به اصطلاح بلوچستان مثلا از این در این زمان است که کلمه گلزمین مثلا در رابطه با سرزمین بلوچستان قبلا دوستون میگفت اینجا سرزمین پاک استفاده نباید بشه، ولی خب در بین زگری این کلمه هست گلزمین، نظر اونها بلوچستان به اصطلاح گل زمین ها هستش، همه سرزمین ها هستش و بهترین جای دنیا هستش و جایی که مثلا برای خودشون مکانهای مثل مکه و یا جای مکانهای دیگری برای تربت مثلا مرکزشون ایجاد کردن. مشخصا اینا هم حکومتشون رو به شکل فدرالی داره میکردن، حکومت فدرالشون هم به این شکل بود که هر منطقه‌ای به شکل ملوک و طوایفی که در مکران بود، مناطق دیگری که طایفه‌ای بود در اون مناطق به عنوان سردار نماینده داشتن در مجلسشون و این هم حکومت خوب همزمان با نادرشاه بود. این قبل از نادرشاه خوب خیلی بعد متاسفانه در تاریخ اخیر خیلی از حتی روشن فکران بلوچ و سیاسی های بلوچ و کسایی که مشهور فعال مذهبی هستن بعضی وقت میگفتن زکریا را انگلیسی ها درست کردن، در حالی که میبینیم که در اون زمان که زکریا به وجود اومدن انگلیس در اون منطقه و یا پرتغالی اصلا نیومدن، یعنی قبل از اینکه اصلا حکومت نادرشاه در ایران بیاد زکریا در بلوچستان قبل از اون 100 سال حکومت میکردن و به شکل به صلاح حکومت ملکا هم معروف هستن. بعد از اون حکومتی که در بلوچستان به بزرگترین مسئله حاکمیت ملی بلوچ یا به اصطلاح حکومت ملی بلوچ خودش مطرح می‌کرده و اینم باید یادآوری بکنم که به اصطلاح اون موقع کسی که به عنوان حاکم یا شاه کلات انتخاب می‌شده، نمی‌دونم من چون وصیت قسم نام‌های خیلی از شاهان ایران رو خوندم، ولی اون تنها کسیه که در اون زمان در رابطه با مسئله قسم می‌خوره به عنوان شاه بلوچ و نه به شکل دیگری و حتی سرداراش هم به شاه بلوچ قسم میخورن که به اصطلاح لویال باشن و این میتوان گفت که در اون منطقه حداقل به عنوان یکی از اولین حکومت‌های ملی بر اساس یک ملت و یا بر اساس خواستایی که مثلا یک مردمی رو با هم متحد کنن به وجود آورده بودن. این مثلا من هم کسایی که و این حکومت به هر حال توانست بعد از یک سری فعل انفعالات سیاسی در دور اطراف بلوچستان همه سرزمین بلوچستان متحد بکنه و حکومتی که به اصطلاح مال ملکا بود یا حکومتی که در مناطق طوایفه بلوچستان دیرجات و مناطق بود همه اینان رو در یک حکومتی به اسم حکومت کلات و در دوران نصیرخان در یک مجموعه با هم دیگه متحد بکنه و اونم به شکل حکومت فدرال بود، یعنی طوری توانست که آقای نصیرخان نوری به کسی که این حکومت رو بعداً گسترش داد یه دو تا مجلس مشخص درست کرد در بلوچستان، یکی مجلس وزرا و یکی هم مجلس سران طوایف یا مناطق مختلف بلوچستان، چون برخی از مناطق بلوچستان شکل طایفی نداشتن بلکه شکل ملوک طایفی و یا قدرت‌های محلی بودن و اینو به وجود آوردیم. مشخصا در این زمان هم می‌بینیم که بلوچستان یک شکل فدرالیسمی داشت، البته نمی‌شون یه مسئله اساسی هستش که فدرالیسمی که امروز ما می‌شناسیم در آمریکا و یا جای دیگر شکل فدرالی اونا اینجا منظور پلورالیسمه اصلا، ولی خب من کلمه فدرالیسم استفاده می‌کنم صرفاً به دلیل اینکه این کلمه شاید برای خیلی تجلیل باشه که به اصطلاح حکومت‌های که از شکل‌های مختلفی دارن چه محلی چه منطقه‌ای و یا شکل اتنیکی و یا ملی داشته باشن. این اونجا هم می‌بینیم که این مسئله تقسیم قدرت به شکل در بلوچستان بوده و امروز هم در پاکستان هم وقتی که بلوچ‌ها به شکل مستقلی از پاکستان بودن و در بلوچستان بلوچستان رو اشغال کرد و جزئی از پاکستان شد، بلوچ‌ها بعد از اون اکثریت رهبران بلوچ‌ها حداقل آقای بیزنجو که همه می‌شناسن کسی بود که از استقلال بلوچستان دفاع می‌کرد و مخالف ایجاد پاکستان بود از قبل، برحال بعد از اینکه بلوچستان جزء زمینه پاکستان شد و سخنرانی معروفیشون که داشت در برای انضمام بلوچستان به پاکستان، ولی با این حال بعدن که بلوچستان جزء پاکستان شد برای یک پاکستان فدرال فعالیت میکرد و در ورهایی هم توانستن با توجه به فعالیت‌هاشون در پاکستان یک شکل حکومت فدرالی را و یا کثرت‌گرایی را به وجود بیارن. و به نظر من مسئله اساسی که من اینجا مطرح میکنم هدف کلی من اینه که بلوچ‌ها در ایران میتونن با همزیستی مسالمت‌آمیز با بقیه مردم ایران با توجه به فرهنگی که در بلوچستان هستش، همون فرهنگ پلورالیسمی که در بین ما هستش و از لحاظ تاریخی اون رو
در وجود بلوچ‌ها وجود داره میتونه با بقیه ملت‌های ایران در یک حکومت فدرال، حکومتی که همونطور که دوستمون آقای لاجوردی هم مشخصا اشاره کردن که باید حقوق برابر ملت‌ها رو تامین بکنه، زندگی بکنن. و اساس مسئله هم در این مسئله هستش، مسئله اساسی این هستش که ملت‌ها بتونن در همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام همدیگه و با انکار نکردن همدیگه مسئله رو حل بکنن. و این مسئله به نظر من خیلی مسئله مهمی هستش، شما که دوستان اشاره کردن که در آینده ایران چیز مشخصی هستش که جغرافیای سیاسی، جغرافیای حتی به هر شکلی از ایران، جغرافیایی که داره، اینا زمانی تعیین میشه که بتوان بقیه ملت‌ها رو به شکل‌های مشخص در حکومت و حتی در اپوزیسیون ایرانی که هم اکنون هستش، این نباید فراموش کرد که بگن که ملت‌ها باید به این گروه یا به اون گروه بپیوندن بدون اینکه قدرتی در اون اپوزیسیون داشته باشن یا جزو تصمیم گیرندگان باشن. وقتی تو خودتو به کشتن میدی، حتما در اون شرایط باید در بخشی از اون تصمیم گیرندگان باشی. مسلما در این شرایط هستش که به نظر من باید اپوزیسیون ایرانی به این مسئله توجه بکنه که ایران شرایطش به شکلی باید کثرت‌گرا باشه. و همینطوری که می‌بینیم در جوامع مثل بلوچستان و بخش‌های دیگر ایران، حتما دوستان در مسائل دیگر میان جلو، مسائل کثرت‌گرایی و پلورالیسم هست و این میتونه زمین‌های خوبی برای اتحاد، همبستگی و پیشرفت کشور در یه جهت دموکراتیک و فدرالیسم و سکولار داشته باشه. با تشکر از شما. خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون. آقای پولیدی، من فقط یادداشتی کردم اینجا که این بحث فدرالیسم که الان تو جامعه ما برای کسانی که واقعا نمیشناسن ناآگاهی دارن، ولی در این حال خیلی افراطی هم در بعضی از زمین ها هستن، اگر ما به تخت جمشید نگاه بکنیم، وقتی که میبینیم نماینده های مناطق مختلف برای شاه که شاه شاهانه هدیه میارن، داریوش یا کوروش که به تنهایی نمیتونستن این حکومت رو بگردونن، که این واقعیت بوده که به هر حال اسم شاه شاهان یا شاهنشاه معنی داشته، شاه همه شاههای دیگه، و الان باید که به هر حال یک نوعی، من البته این بحث رو گذاشتم که آقای دکتر حسین بور که آخر سر مطرح میکنن با ایشون صحبت بکنم، بحث فدرالیسم رو باید باز کرد تو جامعه. هیچ راهی نیست. فدرالیسم، حالا اسمش فدرالیسم، میتونه حکومت عدم تمرکز نام بگیره یا هر اسمی که ما اختراع بکنیم روش بگذاریم. مهم اینه که اون بحثی که توی پانل قبلم بود، بتونن مردم منطقه در سرنوشت خودشون حاکم باشن. هیچ راهی جز این نیست. البته حالا میرسیم به بحث اصلی فدرالیسم و صحبت خواهیم کرد. آقای رحیم بندویی از پهره بلوچستان هستن. پهره پرسیدم که نام قدیم ایران شهر. فارغ التحصیل رشته کشاورزی از دانشگاه جندی شاپور اهواز، کارمند سازمان آب منطقه بلوچستان که به اتفاق شهید مهندس اشکانی مسئول سد پیشین سرباز بودند و به دلایل سیاسی بودن و مقاومت در مقابل تعطیل نشدن کار سدسازی پیشین، اشکان اعدام و آقای بندویی که پیش ما هستند خوشبختانه ترک ایران کردند. ایشون هم عضو فعال حزب مردم بلوچستان هستند. صحبتی که خواهند کرد بفرمید آقای بندویی. در رابطه با حاکمیت ملی مردم بلوچستان و رابطهش با حاکمیت دموکراسی در ایران خواهد. بشر در طول زمان مجبوره که به هر حال با ناملایمات طبیعی که براش هست روبرو بشه و راهل‌هایی برای مقابله با اون ناملایمات برای خودش پیدا بکنه. در نتیجه مجبور میشه، هیچ چاره‌ای نداره جز این که به شکل اجتماعی و گروهی زندگی کنه، چرا که خودش رو به شکل فردی تنهایی در فنا میبینه. از اون زمانی که دو تا موجود زنده، حتی اگر انسان نباشند، کنار همدیگه قرار بگیرند، مجبورند با همدیگه یک روابطی داشته باشند. و برای تنظیم این رابطه بین این دو نفر، و چه بدتر که اگر بیشتر باشند، 100% لازم هست که یک قدرتی، یک نیروی باید تنظیم کننده این رابطه بین این جمع یا بین این گروه باید باشه. و طبیعی است که از میان خود همون افراد خواهند بود که تلاش خواهند کرد
هژمونی رو به دست بگیرن برای تنظیم اون روابط، برای تنظیم اون مناسبات بین خودشون. و مسلماً زمانی که در طول تاریخ مجموعه از انسان‌ها تحول پیدا می‌کنن، تکامل پیدا می‌کنن و برای خودشون صاحب یک هویت خاص میشن که متفاوت بشن با گروه‌های انسانی مجاورشون، 100% اینا هم برای خودشون حتما صاحب یک نظم هستن که تونستن دوام بیارن در طول تاریخ و حاکمیتی هم بوده که این نظم رو اونجا سامان بده برای خودشون. در طول تاریخ این حاکمیت به هر حال می‌بینیم بعد از اینکه انسان به هر حال به شکل جوامع مدنی خودشو در میاره، در دست کلیسا میفته، بعد از کلیسا و به هر حال مساجد اسمشو بذاریم، در دست سرداران و بعد از هم سرداران شاهان و بعد از شاهان هم به هر حال همینجور برای خودش ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به الانی که به شکل ملت‌های مدرن صحبت میکنیم. من حالا کاری ندارم به این که سخن از این بکنیم الان بحث روی این باشه که الان من معتقدم بلوچ یک ملت بنا به ویژگی‌های خاصی که داره، بنا به اون دلایل خاصی که از نظر علمی قابل اثبات است و دوستانی از ایران غیر از بلوچ اگر باشند بخوان بگن نه نیست قومه، خب اینا جای بحث هست برحال، ایشون هر کدوم دلایل خاص خودشون رو دارن. منتها بحث اینجاست که گروهی از انسانها با هویتی خاص به نام بلوچ در منطقهی به نام بلوچستان زندگی میکنند، دارای شرایط خاص خودشون هم هستند که در طول هزاران سال ادامه دادن برای خودشون این زندگی جمعی خودشون رو، زبان خودشون رو پیدا کردن، فرهنگ خودشون رو به هر حال داشتن، هنرهای خاص خودشون رو داشتن و طبیعتاً قهرمانهای تاریخی و اسطورهای تاریخی خاص خودشون رو هم داشتن. خوشحالم که پس از ناصر دارم صحبت میکنم، به دلیل اینکه داشت صحبت میکرد میگفت که در ایران، در بلوچستان، در قسمتهای مختلف به شکلهای فدراتیوی، اگر اسم امروزین روش بگذاریم، حکومت‌هایی بوده که با همدیگه زمینی که هماهنگی داشتن با همدیگه به شکل کانفدریشن، ولی در این حال با اون هویت خاص خودشون رو داشتن که به نام بلوچ در بلوچستان بودن. کشور ایرانی که امروز داریم با توجه به اینکه یک امپراتوری بوده برای خودش، هیچ شکی نیست جای پای شاهانش از بلوچستان حتما هست که رد شدن از اونجا برای کشور گشایی هاشون و توی همین تاریخی که به خورد ما هم داده شده بسیار بسیار مطالب زیادی هست که مطرح میشه که حتی نمیدونم نادرشاه یا شاهان دیگه رو اسم بریم، موقعی که میرفتن برحال دهلی رو فتح کنن چاره ای نداشتن جز اینکه از بلوچ ها کمک بگیرن. گرفتن این کمک ها و پیروز شدن شاهانی که میرفتن امپراتوری باشن به هیچ وجه دلیل این نیست که بلوچستان هویت خاص خودش رو نداشته و یا الان هم نباید داشته باشه. به هر حال بحث رو من کوتاه میکنم، مثل اینکه وقت برای دکتر لاجوردی هم خیلی حساسن روی این قضیه، خیلی کوتاه بخوام بگم اینه که اندکی قبل از جنگ جهانی اول به دلیل حضور استعمار انگلیس در منطقه که تازه تونست آسیای صغیر رو که همون هند امروزی باشه همش رو بگیره و اسمش باشه بریتیش اندیا، بلوچستان رو نتونست بگیره. همون کلاتی که ایشون صحبت مطرح کردن الان، دولت استعمار انگلیس اون زمان قرارداد بست، قرارداداش هم هنوز موجود هست به شکل مثلا 100 سالی که با کجا داشتن، هنگ کنگ داشتن اینا. به هر حال دنیا عوض میشه، جنگ جهانی اول وجود میاد، شرایط به هم میخوره، اجبارا دولت انگلیس تلاش میکنه که از اون منطقه که همکنون به عنوان بلوچستان شرقی هست هیته به اصطلاح نفوذ خودش رو به شکل قراردادی هم که شده ادامه بده و بیاد به سمت بخشی که ما امروز برام بلوچستان غربی میدونیم و بخشی که الان جزء ایران هست. مقاومت میشه، کشته میدن کشور به اصطلاح استعمار انگلیس، نیروهاش کشته میدن و نهایتاً با توجه به صنعت کشتیرانی اون زمان و نیاز به دریاها خیلی شدیداً محتاج این بودند که بندر چابهار امروز در دست انگلیسیا باشه. یک جنگ اونجا میشه، شکست میخورن، نهایتاً مجبور میشن استعمار انگلیس با دولت قاجاری قرارداد ببندن که باید حساب اینا رو برسیم، به هر حال ما از این ور شما هم از اون ور، و نهایتاً به شکل‌های مختلف برنامه ریزی‌هایی که میشه تحت بهانه آقاخان محلاتی رو بهانه قرار میدن که نمیدونم میره پناهنده میشه به قلعه بنپور پیش آقای امیری فرمودن اینجا آقای شیرانی ها
و با توجه به اینکه در فرهنگ بلوچ معیار ریفیوجی مسئله است که حاضر همه چیز خودش از دست بده منتصرمی به ریفیوجی یا پناهندش نرسه، مقاومت میکنن ولی شکست میخورن. با توجه به شکستون از اون زمانه، در واقع اواخر قرن 19، اواسط قرن 19 در واقع اولین بار پای قاجار باز میشه اونجا و حاکمیتی رو که ما حاکمیت ملی اسم میگذاریم گرفته میشه از اونها. اما از اونجایی که یک دولت متمرکز نبود آن زمان قاجاریه، کاری نداشت بلوچه. سر وقتش میگفت آقای نمیدونم فلانی که من برای نمایندگی رو گذاشتم مالیات رو به موقع بگیر و به مرکز برسون. مرکزش اون زمان کرمان بود، به کرمان میرسوندن. اما نهایتاً زمانی که جنگ جهانی اول شروع میشه، مردم بلوچ هرچند که از همون زمان حضور قاجار که بسیار به جای اینجا مطرح کرد دوستی که از اون زمان به بعده که در واقع هر کسی رو که یک غیر بلوچ باشه اما به شرط اینکه شیعه هم باشه بهش گجر بگن. ایشون کلمه شیعه رو متاسفانه مطرح نکردن، دوستانی گفتن هر کسی که غیر بلوچ باشه. آقای دکتر دوشوکی بودن به نظر من، متاسفانه به دلیل اینکه کشتاری که قاجاریه در همون قلعه بنپور را انداخت و به درست هم آقای دکتر دوشوکی میگفتند که حتی نمیدونم توی کشورها اروپایی شاید کسایی با فامیل بلوچی پیدا بشن، واقعا اسیر گرفتند از اونجا، از قلعه بنپور اسیر گرفتند و آوردن به شهر تو کرمان. هنوز هم یک کوچه هست به اسم کوچه بلوچا، آوردن و همونجا اسیرا رو فروختند. به همین دلیل میبینیم که در ایران انقلاب میشه، انقلاب مشروطیت میشه، مسئله ایالات و ولایت هم مطرح هست. اما به خاطر اینکه منافع کشورهای غربی که در قدرت هستند ایجاب میکنه که اون منطقه تحت نفوذ خودشون باشه، وادار میکنند، حمایت میکنند که اون انقلابی که در ایران شد و با خونها به وجود اومد کودتا بشه و با اون کودتا آقای رضاشاه باید بگم، رضاشاه پهلوی رو که بعدن گذاشتن، ایشون رو گذاشتن روی مسند قدرت و با این سیاست که باید یک دولت متمرکز باشه. اون چیزی که ایالات ولایات مطرح شده به درد نمیخوره. با عملی کردن این سیاست که یک دولت متمرکز قوی باشه و در این حال هم به خاطر اینکه این دولت قوی تر باشه و همه چیز از مرکز یا تهران، بنا به فرمایش جناب دکتر لواجی‌وردی فرمودند که خیلی ها ایران رو با تهران اشتباه میگیرند یا تهران رو با ایران اشتباه میگیرند، منم میخوام اینو اضافه کنم که متاسفانه از اون زمان به بعد خیلی ها ایران رو با فارس اشتباه میگیرند و فارس رو با ایران اشتباه میگیرند. همین الان همینجا هم هزار تا رستوران میتونید پیدا کنید روش نوشته به انگلیسی پرشین رستوران، زیرش نوشته رستوران فارس، ایرانیان رستوران، زیرش نوشته رستوران فارس. چرا؟ به دلیل اینکه از اون زمانی که سیستم پهلوی رضاشاه پهلوی روی قدرت میاد و الیت اون زمان ملت فارس به عنوان کسانی هستند که رهنمود و راهکارها رو به اصطلاح به این دولت میدن، مجبور میکنند رضاشاه رو، با اینکه خود رضاشاه میخواست رئیس جمهور بشه ولی گفتن نه تو باید شاه بشی، مجبورش میکنند که در ایران باید یک زبان باشه، در ایران باید یک فرهنگ هم باشه و اگر هم چنانچه ایجاب میکرد ایشون هم شاید مثل دوران صفوی میگفتن در ایران باید فقط یک مذهب باشه. لذا از اون زمان به بعد که در مناطقی مثل بلوچستان روابط بین دولت مرکزی و مردم بلوچ یا به همین شکل بین مردم عرب اهواز و کرد و جاهای دیگه مثل رابطه استعمارگر با مستعمره میشه، به دلیل اینکه اجازه نمیدن زبانشون رو استفاده کنن، فرهنگشون رو گسترش بدن، هنرشون هیچ نوع حمایتی از هیچ کجا نداره، در نتیجه یک نوع هویت کشی آغاز میشه. همانند سازی اجباری یا اسیمیلیسیونی که به اصطلاح هستش به این شکل کانالیزه میشه توسط یک دولت و طبیعی است که هیچ وقت یک اعتمادی که واقعا اون وحدت ملی، همبستگی ملی که ازش صحبت میکنه، وقتی که میگیم یک دولت ملی یعنی یک دولتی که باید نماینده همه مردم اون سرزمین باشه، با توجه به اینکه همه مردم اون سرزمین همانند نیستن، مشخصه که این دولت نمیتونه نماینده یک ملت باشه، اگر چنانچه معتقد بی باشن که همه مردم ایران با تنوعات مختلفشون یک ملتند، چرا که این دولت پیشبرنده یک سیاست خاصه، یک فرهنگ خاصه، یک زبان خاصه و یک به هر حال شیوه خاصی که بقیه نابود بشن، فقط یک چیز بمونه با رویاهای مدینه فاضلی خودشون. و همینه که
نگاه دولت‌های مرکزی همیشه بر مناطق مثل بلوچستان یک نگاه نظامی امنیتی بوده. هیچ وقت اعتماد بین بلوچ و دولت مرکزی به وجود نیومده. چرا بعد از گذشت 100 سال هنوزم باید یک بلوچ به غیر بلوچی که میره اونجا فارسی صحبت میکنه باید گجر بگه؟ به دلیل اینکه در طول این 100 سال تبعیض، ناروایی‌ها همیشه ادامه داشته. هیچ وقت نبوده یک دولتی که به اصطلاح بخواد این نابرابری‌ها رو از بین ببره. همیشه مثل این بوده که روی زخم‌هایی که بوده نمک بپاشند و زخم رو عمیق‌تر کنند و چرکین‌تر. متأسفانه الان ما به جایی رسیدیم که این تعفن، این چرک همه رو فرا گرفته. اگر چنانچه در شرایطی که امروز هستیم واقعاً به شکل یک جراحی بسیار ماهرانه این چرک، این زخم چرکین و متعفن جراحی نشه، همون وحشتی رو که شما دارید جناب دکتر لاجوردی از این که ایران ایرانستان بشه نهایتاً خواهد شد. اگر چنانچه جراحی نشه این چرک دمل، و این امکان نداره، جراحی این چرک امکان نداره مگر اینکه روشن فکران ملت فارس، اگر چنانچه قبول دارن ملت فارسن و اگر فکر میکنن که واقعا، حالا اگه میخوام بگن قوم، اگر قبول دارن که قوم فارسن و الا فقط بخواد همینجور بگن که نه همه ایرانی هستیم و نمیگن که همه فارس هستیم، فقط میگن همه ایرانی هستیم ولی همه چیزمون هم به اون شکل دارسم داده میشه که همه یک زبان، یک فرهنگ، یک ملت باشن. اگر چنانچه روشن فکران ملت فارس با همگامی و همراهی روشنفکران و مبارزین سیاسی ملیت‌های دیگری که ساکن این سرزمین هستند به اتفاق همدیگه تلاش نکنند برای به وجود آوردن یک جامعه‌ای که در اون برابری باشه، نه فقط اشارم به دوست بسیار خوبم جناب دکتر حسین بور هست که تأکیدشون فقط روی حقوق شهروندی بود. حقوق شهروندی بسیار بجاست و باید باشه حتما، اما در این حال من بلوچ بر جای اینکه احساس کنم ایرانی هستم، چرا که همبستگی ملی واقعا نیست، اون وحدت ملی الان احساسش نیست، چرا خودمون سر خودمون کلاه بذاریم؟ اگر میخوایم یه همچنین وحدت و همبستگی به وجود بیاد ضرورت هست که باید سیاست ها به شکلی پیش بره که من بلوچ احساس بکنم ایرانی هستم، یک کرد، یک عرب احساس بکنه ایرانی هست، یک ترک احساس بکنه ایرانی هست. اگر به این شکل پیش نره متاسفم، ما فکر می‌کنم همه میتونیم آینده‌اش رو بکنیم. این اما در این حال اجرای این سیاست‌ها هم امکان نداره مگر اینکه در کل ایران دموکراسی حاکم بشه. و این دموکراسی که صحبت می‌کنیم حاکم بشه به این دلیله که ببینید الان مثلا مردم بلوچ ما در نظر بگیریم، مردم بلوچ بسیار آمادن برای اینکه واقعا یک رهبر براشون پیدا بشه و نمی‌دونم حتی اصلا هم بهشون بده و برن بجنگن، به خاطر اینکه احساس تبعیض کردن، احساس تفاوت کردن و احساس میکنند که حقیر شدن. حقارتشون تا جایی رسیده که یک بلوچ اولین تلاشش اینه که در خونه فرزندش وقتی که متولد میشه، البته بلوچ ها میگم در شهرهای بزرگ هستن، به بچه هاشون زبان فارسی یاد میدن تا بلوچی، فقط به خاطر اینکه در فردا مدرسه شروع شد یا رفت وارد جامعه شد تحقیر نشه با اون لهجه ای که داره. حالا هر کار بخوام بکنیم برای بلوچ لهجه خواهم داشت، یه ترک هم لهجه خواهد داشت و همه لهجه خواهند داشت. اما متاسفانه یک همچنین سیاستی در ایران بعد از حاکمیت پهلوی در ایرانی که به سمت یک ایران متمرکز کانالیزه شد وجود آورده شده که هیچ کسی اون احساس همبستگی که واقعا از ته دل باشه نباشه، فقط یه چیز تظاهری باشه. و به همین دلیل هم که در ایران یک فرهنگ تظاهری آنچنانی رشد کرده به دلیل حاکمیت استبدادی که در ایران از دورانهای تاریخی گذشته بگیریم تا هم اکنون ادامه داره. یک زمانی به عنوان این دیکتاتورها سایه خدا هستند، هم اکنون هم که الان به عنوان نمایندگان رسمی خدا هستند در ایران دارن حکومت میکنن و هرچی که دلشون بخواد به تحت این که نمایندگی از قدرتی از سایه خدا بهشون خورده به خورد مردم میدن. لذا من سخن رو کوتاه کنم، فکر کنم از ایشون هم نگاه ساعت میکنن یا نه؟ آه پس من وقت دارم، مرسی. به دلیل سخن از مردم بلوچ گفتم که آمادگی دارن برای اینکه واقعا اگر چنانچه رهبرانی برا، کارا و با جرأت و به اصطلاح حساب شده براشون پیدا بشه، که رهبرم تو آسمون نمیاد، این رهبرم بر اساس گفتهای جمهوری اسلامی و یا نمیدونم دوستان فارسمون اینجوری نیست که انگلیس و آمریکا بخواد درست بکنه براشون. این رهبر باید از متن خود مردم بر بیاد، کسایی باید باشن مثل ریگی. من با خطش اصلا یکی موافق نیستم، منتها ریگی روشی رو کجا برای خودش به کار برده بود
مردم بلوچ عادی برای خودشون سرگردنش رو گرفته بودن، چون بالا میرفتن توی اداره هایی که اصلا پستچی و چی میگم آبدارچیش غیر بلوچه و آبدارچیش به خاطر اینکه یه نامه شکایت نامه رو برسونه به دست رئیسش باید رشوه بهش بده ببره برسونه به دست رئیس اون اداره بده، ولی وقتی که اونجا میرفت تعظیم میکردن بهش، بفرمایید میبرده نامش هم میدادن. یک همچنین بلوچی وقتی یک همچنین رهبری داشته باشه چی میگم بهش، شاید هم حاضر باشه سجدش کنه. اما مسئله اینجاست که ما الان در قرن 21 زندگی میکنیم. قرن 21 با توجه به پیچیدگی های خاصی که خودش داره برای خودش، برای مسائل اجتماعی که مسائل راحت و ساده هم نیستند و پیچیده هستند، برای اونم راه های پیچیده است که در واقع اینجاست که متبحران و اونایی که برحال دستی در این رابطه در این کار دارند اینا راه حلایی که باید پیدا میکنند باید راه حلایی باشه که با اون پیچیدگی ها همخوانی داشته باشه. ما معتقدیم که اگر چنانچه در ایران دموکراسی حاکم بشه، مردم بلوچی که به این شکل آماده هستند میتونند در اون نهادها و ارگانهای اجتماعی که در دورانی که دموکراسی حاکم هست در کل ایران اونجا خودشون رو سازماندهی کنند، اونجا آگاهی کسب کنند. اونجاست که اون فرهنگ عشیری قبیله‌ای که شاه به شکل دیگه دامن میزد و الان آخوند به شکل دیگه دامن میزنه برای اینکه بلوچ عقب نگه داشته بشه و به خاطر اینکه هنوزم که هنوز در کل منطقه بدترین پایین‌ترین آمارهای فقر و بیکاری و بدبختی و بیچارگی متعلق به اون مردم هست و خودشون هم به اصطلاح رحم به خودشون هم نمی‌کنند، به دلیل همین عقب ماندگی فرهنگی است، عقب ماندگی فرهنگی که دامن زده شده به این شکل نگه داشته بشه. من معتقدم که اگر چنانچه دموکراسی حاکم باشه در کل ایران، مردم بلوچ ضمن اینکه میتونن برحال به اون حق و حقوق طبیعی که من اسمشو میگذارم، این حق طبیعی یک طفل هست که وقتی که خواندن و نوشتن یاد میگیره به زبان مادریش باشه. من معتقدم که اون حاکمیت ملی که از دست گرفته شده، به زور از دست گرفته شده، ضروری نیست که حتما اون حاکمیت ملی از طریق شعار استقلال و کشتن و کشتار و نمیدونم حتما باید از طریق مبارزه مسلحانه ریگی ها به دست بیاد. ما میتونیم به شکل متمدنانه، اگر هممون متمدن باشیم، از دوستان فارسمون گرفته تا کرد و عرب و بلوچ هممون، اگر هممون متمدن باشیم میتونیم در یک جامعه متمدنانه با حاکمیت دموکراسی و اینکه معتقد باشیم به اینکه انسان‌ها با همدیگه برابر هستند و در عمل هم اینو ثابت بکنیم، اون اعتمادی که من صحبت کردم ازش، اعتماد خدشه‌دار شده ای که هیچ وقت نبوده، اگرم یک ذره هر از چند گاهی به وجود اومده باز دوباره زخم پاشیده شده از دست رفته، اون اعتماد باید به وجود بیاد و این اعتماد به وجود نخواهد اومد مگر اینکه در کل ایران، در کل ایران، چرا که سرنوشت کرد و بلوچ و فارس و عرب و ترک همه به هم گره خورده، هیچ کدومون نمیتونیم به تنهایی واقعا اون حقی رو که به شکل طبیعی استحقاقش رو داریم برسیم. پس باید دست به دست هم دیگه بدیم و بتونیم اون دموکراسی که با معیارهای قرن 21 که همه ازش داریم صحبت میکنیم که شامل اون حقوق شهروندی هم باشه، شامل اون حقوق جمعی و گروهی هم باشه که ملت بلوچ با ملت فارس با ملت عرب و ترک و همه که هستن با هم دیگه احساس برابری بکنن. در اون احساس برابری است که اون اعتمادها آنچنان محکم خواهد شد که انگلیس که سهله، آمریکا هم که سهله، اگه یک کسی دیگه یک سایش بازیار اینجا قدرت میده نمیتونه اون همبستگی رو بشکنه. غیر از این باشه این شکست نیست، این وجود نخواهد داشت. عذر میخوام از اینکه من اشتباه گفتم.